فرماندار تگزاس در آمریکا لایحه‌ای موصوم به ممنوعیت شریعت اسلامی در دادگاه ها را تایید کرد. بر اساس این قانون جدید که از یکم سپتامبر 2017 میلادی در ایالت تگزاس اجرایی می شود، قضات دادگاه های این منطقه اجازه نخواهند داشت در دادگاه ها به ویژه در ارتباط با پرونده های خانوادگی مربوط به ازدواج و روابط فرزند و والدین بر اساس قوانین شرع اسلامی حکم صادر کنند این لایحه جدید در ششم ماه می توسط مجلس ایالتی تگزاس به تصویب رسید و در ماه جوان نیز توسط گرک ابوت فرماندار تگزاس تایید شد این لایحه در حالی در ایالت تگزاس به تصویب میرسد که همکنون در هیچ ایالتی از آمریکا قوانین شرع اسلامی در دادگاه اجرا نمی شود و به نظر می رسد تصویب آن تنها جنبه سیاسی داشته باشد. فعالان مدنی مسلمان تصویب لایحه جدید را به شدت محکوم و اعلام کردند که این لایحه توطعه برای زیر پا گذاشتن منافع حقوق مدنی مسلمانان و تحقیر اعتقادات دینی و اخلاقی آنان می باشد. شورای روابط اسلامی آمریکایی نیز در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرده ما بر این باور هستیم که هدف آنان بازداشتن مسلمانان از انجام وظایف دینی و ایمانی از جمله موارد مربوط به ازدواج اسلامی، طلاق، مراسم تشییع جنازه و دیگر توافق های مدنی است. شاین ذکر از شعبه تگزاس این شورا از اعضای جامعه اسلامی و فعالان میانه هدیانی در این ایالت خواسته در یک گرد همایی که قرار است سهشنبه چهارم آوریل برای ابراز مخالفت با این لایه برگزار شود شرکت کنند. گفته می شود قوانین مشابه در یازده ایالت دیگر در آمریکا به تصویب رسیدند.